آقای مختار شلل بند، سلام میکنم به شما. شما از شاکیان این پرونده هستید با توجه به اینکه برادر شما حمزه شلالبند بروجی از اعدام شدگان سال 67. ما الان بخش اول دفاعیات آقای حمید نوری رو شنیدیم. نظرتون چیه؟ به نظر شما این دفاعی که ایشون از خودش کرد و بیشتر به نظر میومد که در قالب حمله به سازمان مجاهدین خلق داره شکل میگیره، آیا پاسخ به مواردی که از جمله شما در شهادتتون مطرح کردید بود؟ برای آقای حمید نوری خیلی خوب متوجه این قضیه شده که مسئله رو باید از کجا شروع کنه و این داره از این تضاد استفاده میکنه، چون این مسئله مهم رژیم توی سالهای سال همین مسئله بود، ولی الان به شکل بسیار ناشیانه‌ای داره خودش رو منتسب، یعنی نشون میده وابستگی خودش رو، سرسپردگی خودش رو و ارادت و تمام هستی خودش رو از رژیم میدونه و با کلمات بسیار بسیار احترام‌آمیزی برخورد میکنه. سردار سلیمانی رو به عنوان شهید مقدس بزرگی توصیف میکنه که این یک آوار کشته شدن اون روی این خراب شده و الان داره متشبث میشه به جمهوری اسلامی و میدونه که در حال حاضر در این دامگهی که افتاده اون تنها جایی که میتونه بهش کمک کنه. عیز الله هست خب به اون راه به اون سمت خودش رو داره متمایل. و فکر میکنید که ادامه در واقع شهادت او چگونه خواهد بود؟ چون چهار جلسه هم به حال فرصت صحبت کردن داره. در حال حاضر من شک ندارم که این همینطوری که شروع کرد و طی روزهای دادگاهی که در گذشته داشت بیان کرد، شهادتی مبتنی بر ایدئولوژی خود این رژیم و دستگاه رژیم خواهد داشت و از تمام مثلا حرکات رژیم، از ترورها، از کشتارها و از اتفاقاتی که در اون زندان پیش اومد به شکلی که به هر حال خاص خودشون هست دفاع خواهد کرد و این به نظر من راه به جایی نمیبره. موضوع دادگاه اینها نیستن، موضوع دادگاه مشخصا مسئله محاکمه خود حمید نوری هست و اتفاقاتی که در اون برهه خاص در اون زندان گوهردشت بود. آقای بروجردی، البته من میدونم که شما بیشتر دوست دارید که به عنوان شلالبند معرفی بشید. دو هفته گذشته با شهادت‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در آلبانی شنیدیم. در مواردی از این شهادت‌ها نام برادر شما هم مطرح شد. شما در شهادت خودتون گفتید که تا جایی که میدونید برادرتون در زندان گوهردشت اعدام شده، اما چند نفر از اعضای سازمان مجاهدین گفتند که برادر شما چند ماه پیش از آغاز اعدام‌ها، یعنی در خرداد ماه، همراه 150 زندانی دیگه از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بوده. شما این روایت‌ها و این شهادت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ من این شهادت‌ها رو بخشش رو یعنی در واقع مزورانه می‌دونم، یعنی اصلا هیچ الزامی نداره که اونا به اعدام شدن برادر من که در کجا بوده اشاره بکنن. از اونا سوال میکنن شما این شخص رو میشناسید؟ میگن که نه نمیشناسیم ولی بردن تو اوین اعدامش کرد. یا اینی که بله میشناسیم، آدم مثلا تنومندی بود، یه کسی رو داشت آتیش میزد، خودش آتیش میزد نجات داد ولی بردن زندان اوین اعدامش کردن. یعنی یک خط در میون همین مسئله رو تکرار میکنن. خب این مسئله در واقع یک چیز پروپاگاندایی هست و یک چیزی بر علیه این دادگاه و به نظر من از زاویه من به سمت شخص ایرج مساقی هست، چون که این مسئله در خونه من کلید خورد، خونه من رقم زده شد، شکوایی ها رو اونجا نوشتن و از این زاویه مسئله‌ای که میخوان لطمه بزنن. برادر من رو اونجایی که من اومدم در دفاعیه خودم گفتم که ما سید نیستیم و این مسائل وجود نداره. تولد برادر من در 12/12/29 بوده و مرگش در 67 بوده، میشه 37 سال خورده. البته من 37 سال خورده رو نگفتم، 35 ماه میشه حدودن. ولی وقتی اینا اینو شنیدن در شهادت بعضیشون اومدن گفتن که نه، ما به این میگفتیم سید چون لقبی بود که ما بهش میدادیم و معنای سید و شهدا رو داره،
و اگر لازم باشه که من بخوام توضیح بدم. در جلسات بعدی بازم دوباره این مسئله رو تکرار کردن و قبلیان دارن تکرار میکنن. خب معلومه، خب این مسئله حمزه که خب به هر حال از بین رفت، اونو اعدام کردن و کشتن و سازمانم که به نام سازمانم و هوادار سازمانم، خب این مسئله هم خب درست، ولی اینی که الان میان میخوان این مسئله رو دامن بزنن، چون که دادگاه در واقع به اتفاقات سال 67 به طور مشخص در زندان گوهردشت اشاره داره، اینو میخوان این شهادت رو یه جوری مخدوش بکنن که از اون زاویه بتونن ضربه به این شهادت بزنن و در واقع خود شهادت دادگاه رو به اصطلاح و شخص ایرج رو در واقع که از زاویه من ایرج هم کرد باشه، اینو مطرح میکنن که من اینا رو بی اساس میدونم و اینا لازم نیست که این چیزها رو بگم. خب به هر حال بردنش یا نبردنش چه اجباری روی مسئله هست؟